خبرگزاری فرانسه: آمریکا برای مقابله با تهدید رژیم ایران کشتی جنگی تهاجمی به خاورمیانه اعزام می‌کند. خبرگزاری رویترز: آمریکا موشک‌های پاتریوت بیشتری را به خاورمیانه می‌فرستد. سناتور بنساز: قاسم سلیمانی یک شیطان حرامزاده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا در واکنش به رژیم ایران کشتی جنگی تهاجمی که قادر به پیاده کردن نیرو در خشکی است به خاورمیانه اعزام می‌کند. پنتاگون اعلام کرد در حال اعزام یک کشتی جنگی تهاجمی و سیستم موشکی ضد هوایی پاتریوت به خاورمیانه برای تقویت نیروهای ناو هواپیمابر اعزام شده برای مقابله با تهدیدات مطرح شده از جانب رژیم ایران است. یک مقام آمریکا به رویترز گفت پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع اعزام موشک‌های پاتریوت را به خاورمیانه تصویب کرد. رویترز افزود این آخرین پاسخ آمریکا به تهدید فزاینده رژیم ایران است و سیستم دفاعی آمریکا را تقویت می‌کند. این تصمیم بعد از اعزام گروه ضربت ناو هواپیمابر و فرستادن بمب افکن‌ها به خاورمیانه و آماده سازی‌ها برای مقابله با حمله احتمالی رژیم ایران صورت می‌گیرد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع که از سوی دونالد ترامپ برای نامزدی وزیر دفاع پیشنهاد شده روز جمعه در پنتاگون گفت مهم است که رژیم ایران بداند هر حمله ای علیه آمریکایی‌ها یا منافع آنها با واکنش مقتضی همراه خواهد بود. ما برای شکست تروریسم در خاورمیانه هستیم. ما از منافعمان دفاع می‌کنیم. ما آنجا هستیم که امنیت برقرار کنیم. اداره امور دریایی آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله رژیم ایران و یا گروه‌های نیابتی آن به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داد. در بیانیه هشدار اداره امور دریایی آمریکا آمده است از اوایل ماه مه و پس از تهدید به بستن تنگه هرمز این احتمال افزایش یافته است که رژیم ایران یا گروه‌های نیابتی آن در منطقه علیه منافع آمریکا و یا شرکای آن از جمله زیرساخت‌های تولید نفت دست به حملاتی بزنند. سناتور بنساز عضو سنای آمریکا در واکنش به پاسدار قاسم سلیمانی که گفته بود مذاکره‌ای با آمریکا نداریم گفت دولت ترامپ برای رژیم ایران روشن ساخته حرکات تحریک‌آمیزش آینده خوشی ندارد. این کار درستی است. پاسدار قاسم سلیمانی یک شیطان حرامزاده است، اما یک احمق نیست. او می‌داند ارتش آمریکا قادر است چنانچه آمریکایی‌ها هدف قرار گیرند، قصابان سپاه پاسداران را به زانو درآورد. سلیمانی باید در رابطه با حرکات تحریک‌آمیز اخیرش مجدداً فکر کند. We wanted to send a signal to Iran that we have a lot of force in the region. آدام ملی سفیر سابق آمریکا در بحرین طی مصاحبه‌ای درباره اعزام ناو ابراهام لینکلن به منطقه گفت ما اطلاعاتی داشتیم که گروه‌های مشخصی در نظر داشتند علیه آمریکاییان دست به حمله بزنند. طبعاً این گروه‌ها وابسته به رژیم ایران هستند که برای حمله به آمریکاییان طراحی می‌کردند. بنابراین دولت می‌خواست بگوید که حتی فکرش را نکنید. شما به ما دست بزنید با مشت محکم بر صورت شما خواهیم کوبید. You touch us and you poke us in the eye and we'll punch you in the face. That's the message of that's what's really about.